از سنه 15 تا 18 می در جمهوری هوای تغییرابنده در بسیار منطقه های کشور باران کوتاه مدت و در بعضی مواضع های کشور باران با شدت پیشگویی می شود. شبانه باشد در بلندی های زیاد از 3000 متر برف می بارد. از مرکز آب و هوا شناسی ولایت سو خبر دادند که از سنه های ذکر گردیده آمدن سیل و به عمل آمدن رعد و برق در نظر است. در نواحی های علاهیده باریدن باران با شدت پیشگویی می شود. 15-16 می در ناحیه های علاهیده با شدت ناک شده 12-17 متر می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 12-17 گرادوس گرم، روزانه 24-29 گرادوس گرمی را تشکیل می دهد. تنها 16 می حرارت هوا پست شده، روزانه 20-25 گرم در وادی ها، در ناحیه های کوهی شبانه 1-6 گرم، روزانه از 12-17 درجه گرم می شود. روزهای 16 و 17 و روزهای 18 و 19 بارشات پیشنهاد می شود. بارشات گفت شده است که از مقدار بارشات روزهای 16 از 0.1 تا 2.12 2 تا 2.12 5 میلیمتر مقدار بارشات در ناحیه کوهی نشان داده شده است. متخصصان مرکز آب و هواسنجی میگویند که روزهای گذشته در بعضی مناطق کشور حالتهای باریدن باران با شدت و باریدن ژاله به قید گرفته شده بود. همچنین باریدن ژاله را استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی فیسبوک شب گذشته در صحیفه‌های خیش بدون شهر گذاشتند که اندازه آن به اندازه تخم مرغ برابر است. باریدن ژاله‌های کلان به حاصل درختان نیز به تأثیر نمی‌ماند. انور قاسموف معاون سرداری ریاست کمیته حالت های فوق العاده در ولایت سوخ سبب سیر بارش آمدن سال 2020 را نسبت به سال گذشته در کم بارش آمدن زمستان امسال ارزیابی نمود. اساسا ما با از آگاهی آمده که اصلا 14 تا 15 مایه گفتگی منطقه حدودی ولایت اونجا باید میکنن جمهوری میگن منطقه حدودی ولایت سوخ میگن و اکثریت شهر نویه هایی که احتمال اومدن سیل دامن نزدی دامن کوهی موجود می باشد، سایه ها موجود می باشد، اما طریق ها اومدن سیل از نظر دور نیست. عبدالولی حمیدوف سردار مرکز آب و هوا سنجی ولایت افزود که در این فرصت گرمی حرارت هوا روزانه از سنه 15 تا 19 می به 26 درجه و شبانه باشد تا 13 درجه گرم خواهد شد. او افزود که بادهای اتمسفری از طرف منطقه سیبری روسیه به فضای اتمسفری آسیا مرکزی وارد شده ایستاده است که میتواند سبب سرد گردیدن هوا شود. عبدالولی حمیدوف گفت که این گونه وضعیت هوا نه تنها در کشور بلکه در تمام آسیا مرکزی نامعتدل باقی خواهد ماند. حالت پست آمدن حرارت هوا و بارشات زیاد باران میتواند به حاصل درختان به مثال زردالو و زراعت های کشاورزی که باید در این مدت رنگ یا خود پخته می رسیدن تأثیر منفی می رساند. حالی که وقتی کشتوکاری پخته است، حالی که پخته از نو از زمین برامده است که نو زمین تمپراتوری خود حرارت خودش را گرفت که همون نشون نمای پخته و نشون نمای دیگر زراعت های کشاورزی از زمین برویم و برامدن همین ها بر تأثیر می رساند و بر دیگر زراعت های خارجی قشلاق و دیگر مثال گفت میوه‌جات و دیگر چیزها که حالی وقتی پخته رسیدنی آنها هست که حالی آنها با فقط نه فقط باران فقط آفتاب در کار است که نورهای اولترابنش بیاره تغییر دیان رنگ های ویه ها را رنگ های همون میوه ها را تغییر دیان که کدام رنگ باید که زردالو گیرد کدام رنگ باید دیگر نمودی میوه‌جات هایی که در فادی های ولایت میشتد همون رنگ ها را گیرد از تاثیر همین کم میشد از تاثیر همین امی میمونن از تاثیر نورهای اولترابنش که آفتاب همون چیزی که از خود از افتاب به خودشون میگیرن هوای نمیرسد در همین وقتی پخته رسیدنشون مزهش و طعمش میتوند که کمتر شود عبدالعزیز محمودزاده سردار شعبه استحصالی سر ریاست کشاورزی ولایت سوخ در صحبت تلفنی گفت که بارشات زیاد باران در حالت با شدت نباریدن سبب تیز افزایش یافتن پخته در کشتزارهای ولایت میگردد. مفصوف این حالت را مثبت ارزیابی کرد و آن را بر نفع دهقانان گفت. با سنین یک جهتی باعث هست که برای کارگردی ایمالگی
اگر بدرشتی زمین همین زنالو باید این کارکردی لازی با مناسب کلان این کارکردی باید قطار برانده می شود و همین مغرم هایی که پیش بیری شده گیده بود نک سر خروجاتی لازتی و نازی آید. متخصصان ساحه کشاورزی افزودند که در حالت بارشات زیاد باران در ساحه سبزوادکاری و باغ و تاک پروری ضرر میرسد و آن به پیدایش بیماری های گوناگون آورده میرساند. دهقانان را ضرور است برای پیشگیری کردن آن از داروهای ضد ویروسی استفاده نمایند. در لایه های بازی اکثریتی چاپیاتون رضایت کنند لاوی بیرکنی و افزودکنی فرامده در خیر کسی ها هستی زمان او این جمعه بینده گردنی انگور اگر همین نامی زیاد هم شده گرد ممکن به همین کسلی او این جمعه در گرد انگور چون چونشان ممکن برای همون هم بعد از همین دوریم رو بی تسیستر میشد البته یک بار با خوطی سرکره به آلتی دیگیم البته یک بار کارکرد بلکن رکن بعد از اون با اگر اصولای خیلیوی کتابتر باشدگر انخیط پریپراتوی مخصوص دایدی با امون کارکت روگر همه نزگردنی انگوله روی پیش گیشن. انور قاسموف معاون سرداری ریاست کمیته حالت های فوق‌العاده در ولایت سغد و عبدولی حمیدوف سرداری مرکز آب و هوا سنجی ولایت از تمام مردم کشور خواهش نمودند که در این وضعیت به سفر نبرایند تا جان خود و نزدیکانشان را در خطر نگذارند. حالا که در کشور مبارزه با ویروس کووید 19 در تشنج است خوب میشد این ایام در خانه نشینند. از کمیته برقی آگاهی وارد شده است که روزهای نزدیک نیست در حدود ولایت در حدود جمهوری نوستوار شدن وضع باده ها و قید گرفته می شد و آمدن سیل باران های پوشیده در نتیجه آمدن سیل با وجود آمدن رعد و برق از احتمال دور نیست. بنابراین خواهش می نمیم که در حالت آمادگی بوده از برآمدن به کوه ها به چیندن هیزم و سفر نمودن به ناحیه های کوهی خودداری نمایند. گزارش سید مختار سید انور و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.